واکنش ها به باخت بارسا و اخراج میسی. سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. دیدار نهایی ابرجام اسپانیا میان دو تیم بارسا و اتلتیک انجام شد که سرانجام بیلبائو به برتری دست یافت و جام را از آن خود کرد. در اولین ماه سال جدید میلادی دیشب ورزشگاه المپیک سویا میزبان دیدار نهایی ابرجام اسپانیا میان دو تیم بارسا و اتلتیک بیلبائو بود که سرانجام شاگردان مارسلینو با حساب 2-3 به برتری رسیدند تا با دو پیروزی برابر دو گل بزرگ اسپانیا مقتدرانه سوپرجام اسپانیا را به چنگ آورند. این بازی را دو تیم بهتر آغاز کردند، اما بیلبائو دفاع منظم‌تر داشت و فرصت‌های حریف را یکی پس از دیگر دفع می‌کرد. اولین و جدی‌ترین موقعیت بارسا روی حرکت تیمی منجر به گل شد که آنتوان گریزمان آن را در دقیقه 40 به ثمر رساند. جایی که ابتدا عثمان دمبله توپ را به عقب کشید و میسی آن را به جوردی آلبا رساند و در ادامه توپی که به عجوبه آرژانتینی رسید، در میان سردرگمی مدافعان حریف آن را مقابل دروازه در اختیار گریزمان قرار داد تا ستاره فرانسوی بدون دردسر توپ را به تور بچسباند. با این گل رختکن بارسا از خوشحالی منفجر شد، ولی اسکار خیلی زود روی این شوق و شور آب سرد ریخت، زیرا این یاکی ویلیامز در دقیقه 41 اسکار دی مارکوس را در فرصت تک به تک با ترشتکن قرار داد و او نیز به شکل دیدنی با یک چیپ عالی دروازه بارسا را باز کرد تا خیال مارسلینو راحت شود و رختکن او به آرامش برگردد. نیمه اول نیز در ادامه با مات شدن کومان 1-1 پایان یافت. در نیمه دوم بارسا بازی را بهتر از سر گرفت و لحظه به لحظه فشار می آورد، اما در دقیقه 56 بازی روی پاس مونیان راول گارسیا ضربه سرش را وارد دروازه ترشتگن کرد که با دخالت زودهنگام وار به دلیل آفساید پذیرفته نشد. در دقیقه 77 بازی آنتوان گریزمان بار دیگر درخشید، روی پاس درون محوطه جریمه مقابل دروازه جوردی آلبا با پای چپ دروازه بیلبائو را باز کرد و حساب کار را 2-1 ساخت. در یک زده حمله بر قصاب بازیکنان بارسا توسط دمبله مهمترین موقعیت را شکل دادند که با دخالت دروازه‌بان بیلبائو در دقیقه 63 از دست رفت. بارسا به فکر جشن قهرمانی بود که بیلبائو برنامه کامبک خود را پیاده کرد که گام اول را با گل دقیقه 90 روی پاس ضربه آزاد برداشت، جایی که مونیان آن را فرستاد و آسیرو یالبری تازه وارد با پای چپ گلزنی کرد. در 3 دقیقه وقت‌های تلف شده تغییر در نتیجه نیامد تا قهرمان سوپرجام در 30 دقیقه وقت‌های اضافه مشخص شد. همین که داور ویسل آغاز 30 دقیقه اضافه را زد، 3 دقیقه بعد از آن اینیاکی ویلیامز روی پاس مونیان سومین گل بیلبائو را با زیباترین شکل ممکن به ثمر رساند تا همه برنامه‌های کومان بر هم بریزد. ادامه کار آهسته آهسته برای بارسا سخت‌تر می‌شد. در دقیقه 105 بازی دنی گارچا و فرانکی دیانگ برای زدن ضربه سر بلند شدند که سر دنی گارچا محکم به صورت دیانگ برخورد کرد، اما دو طرف و بیرون منتقل شدند تا به وضعیتشان رسیدگی صورت بگیرد. پیشی کارت برای بازیکن بیلبائو می‌شد، اما داور دست به جیب نبرد و پس از آن نیز ویسل پایان نیمه اول 30 دقیقه وقت اضافه زده شد. در دقیقه 118 در حرکت بازیکن بیلبائو میخواست از مقابل میسی حرکت کند که او با عصبانیت او را نقش بر زمین کرد و داور پس از بررسی صحنه از طریق داور ویدیویی میسی را مستقیما با نشان دادن کارت سرخ از زمین بازی اخراج کرد تا کار برای بارسا بیشتر سخت شود. سرانجام بازی با ویسل داوری به سود بیلبائو خاتمه یافت و این تیم جام قهرمانی را مقتدرانه کسب کرد. در جریان این بازی میسی به دلیل خطا روی بازیکن حریف پس از بررسی ویدیو از زمین بازی با کارت سرخ مستقیم اخراج شد. میسی به علت مشت زدن به ویلیا لیبری بازیکن بیلبائو در دقیقه 120 بازی فینال سوپرجام اسپانیا اخراج شد. روی حمله بارسا میسی در اقدام عجیب بازویش را باز کرد و با مشت به بازیکن بیلبائو ضربه زد. میسی با دریافت کارت سرخ قطعا بازی بعدی بارسلونا را مقابل کورنیا در کوپا دل ری از دست میدهد، هرچند که ممکن است این محرومیت طولانی تر شود و بازی مقابل الچه در لالیگا را هم از دست بدهد. کمیته مسابقات این صحنه را بررسی خواهد کرد و ممکن است که میسی بین 1 تا 4 جلسه با محرومیت نواجه شود. بر اساس قوانین موجود در فدراسیون فوتبال اسپانیا، با توجه به اینکه ضربه میسی باعث مصونیت بازیکن حریف نشده، احتمالاً بین 1 تا 3 جلسه محروم خواهد شد، هرچند که اگر ضربه وی شدید تلقی شود، احتمال افزایش محرومیت وی به 4 جلسه نیز وجود دارد. این نخستین اخراج میسی در تیم بزرگسالان بارسلونا است. آخرین بار که لیو در تیم کاتالان اخراج شد به 27 فوریه 2005 برمیگردد که در بازی تیم بارسلونای بی مقابل پینیا اسپورت نافایا از زمین اخراج شد. فینال سوپرکاپ اسپانیا برای میسی به بهترین شکل ممکن تمام شد. بارسا شکست خورد و میسی هم با مشتی که به بازیکن حریف زد کارت سرخ گرفت. باشگاه بارسلونا به این اخراج فوق ستاره تیمش واکنش نشان داد و در بیانیه ای نوشت: در دقایق پایانی بازی همواره فشار روی بازیکنان زیاد است. شرایط در چنین بازی ها سخت است، چرا که تیم به دنبال پیروزی بود، عقب افتادن هم فشار روی بازیکنان بالا برد. گاهی اوقات چنین اتفاقات در فوتبال رخ میدهد. در ادامه این بیانیه آمده است: میسی با کارت سرخ کاملا بیگانه است و این برای نخستین بار است که این شرایط را تجربه کرد. او بازیکن است که به هیچ وجه به حریف آسیب نمیرساند و عکس آن صدق میکند. به هر حال این اتفاق رخ داد. وضعیت میسی خوب است. در نهایت این دیدار را بیلبائو با شکست دادن یاران میسی برنده شد و به عنوان قهرمان سوپرکاپ اسپانیا دست یافت. رونالد کومان از نتیجه این بازی بسیار عصبانی بود. وای پس از اتمام بازی گفت: این یک قدم رو به عقب نیست. کسب جام نشان دهنده آن است که در مسیر درست قرار دارید و ما میخواهیم به همه ثابت کنیم که راه درست را پیش گرفته ایم. ما همه کار برای پیروزی انجام دادیم و باید به پیشرفت ادامه بدهیم. سرمربی هلندی آبی اناری ها در ادامه درباره اخراج فوق ستاره تیمش در این بازی گفت: داوری بهتر است درباره آن حرف نزنم، چون تنها تکرار حرفایم خواهد بود.
بعد از سالها او به خوبی میداند که چه زمان بازی کند و چه زمان بازی نکند. او در این بازی تصمیم گرفت که بازی بکند و چیز دیگر برای گفتن وجود ندارد. بارسا شب گذشته در حالی که تا دقیقه 91 با نتیجه 2-1 از بیلبائو پیش بود، در نهایت 2-3 بازنده شد و اولین جام فصل برای این تیم از دست رفت. جامی که میتوانست برای رونالد کومان بسیار حیاتی باشد. مسی هم دقیقه 120 به دلیل خطای عمدی روی بازیکن حریف کارت سرخ گرفت. بسیاری از سازمان‌های مختلف فوتبال اسپانیا همچون فدراسیون، کمیته المپیک و باشگاه‌های نظیر ایبار، والنسیا، ویاریال و سوسیداد و حتی خود بارسا در پیام‌های توییتری به بیلبائو تبریک گفتند. در این میان اما یکی از پیام‌هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت پیام تبریکی رئال مادرید بود. هواداران رئال قطعا از شکست حریف دیرینه در فینال سوپرجام خوشحال شدند و باشگاه رئال مادرید هم در پیام توییتری این گونه به بیلبائو تبریک گفت. تبریک به باشگاه اتلتیک بیلبائو و هوادارانش به خاطر قهرمانی شایسته در سومین سوپرجام اسپانیا در تاریخ این باشگاه. بسیار مبارک باشد. اتلتیک بیلبائو در عرض 4 روز هر دو گل فوتبال اسپانیا یعنی رئال مادرید و بارسلونا را شکست داد و در عین شگفتی توانست قهرمان سوپرجام اسپانیا شود. در واقع شاید قبل از شروع مسابقات به نظر می‌رسید شیرها کمترین شانس را برای قهرمانی در میان 4 تیم دارند، چرا که در جدول لالیگا نسبت به سایر رقبا در جایگاه پایین‌تر قرار داشتند، اما مارسلینو که تازه 2 هفته است هدایت تیم بیلبائو را بر عهده گرفته، توانست انرژی و روحیه را به تیمش تزریق کند. بدین ترتیب تیم باسکی با کسب 2 برد درخشان توانست سوپرجام اسپانیا را کسب کند و برای سومین بار در تاریخ خود این جام را کسب کند. گریزمان پس از بازی گفت: عصبانی و ناراحت هستم. تمام حس‌های بد را پس از دست دادن فینال دارم. میدونستیم تیم مارسلینو خیلی خوب پرس میکند. دوچار اشتباهات فراوان شدیم. اتلتیک خیلی خوب بازی کرد و تلاش زیاده کرد. گریزمان در ادامه گفت: اتلتیک به خوبی پرس کرد و تا دقیقه پایانی ایمان داشتند که نتیجه را برمیگردانند و در نهایت همین طرح هم شد. امشب اشتباهات استراتژیکی داشتیم و باید بسیار کار کنیم تا این ناکامی جبران شود. خوب دفاع نکردیم و روی ضربات اسکوهی کس حرف نمیزد. این گونه مواقع باید یکی فریاد بزند. گریزمان در فینال سوپرجام اسپانیا که یکشنبه شب بین دو تیم بارسا و اتلتیک بیلبائو برگزار شد، درخشید و توانست یک دبل به نام خود ثبت کند که گل‌های مهاجم فرانسوی برای آبیانالی‌ها کافی نبود و تیمش در پایان وقت اضافه با نتیجه 3-2 شکست خورد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.